سلام استاتیم، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. بازی جدید گیم پس برای اول ماه سپتامبر تا 15ام، یعنی تا نیمه سپتامبر معرفی شدن. سه تا بازی داریم، میخوایم با هم دیگه بریم اونا رو بررسی کنیم و البته یه سری بازی دیگر هم با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم که قراره تو ماه سپتامبر ریلیز بشن. حالا بازی گیم پس نیستن ولی قراره بیان، بازی خفنی در مورد اون صحبت کنیم و ببینیم چه خبره، چی به چیه و گیم پلیش هم قطعا رو چنل داریم. بریم سراغ بازی رو سایت ایکس باکس و یوتیوب که تریلراشونو ببینیم. لایک و کامنت ویدیو بچه‌ها فراموش نشه که حمایت بزرگی از من کردید. برو بریم. خب آقا، سه تا بازی معرفی شده که دو تاشو خب از قبل هممون میدونستیم. دقیقاً فردا بازی استارفیلد قراره ریلیز شه به صورت جهانی و همه میتونن بازیش کنن و کسایی که گیم پاس دارن میتونن بازی کنن. فوق‌العاده است، مطمئنم یه تجربه خیلی خیلی خفن براتون میشه. من بازی کردم یه چند ساعتی گیمو و واقعا لذت بردم، مطمئنم همتون کلی کیف میکنید. بازی بعدی سولار اشه، بازی که من نمیدونستم در موردش و با هم دیگه قرار بریم هم تریلر ازش ببینیم هم ببینیم نمرش چند و چی به چیه. و بازی بعدی لایز آف پی، بازی سولز لایک اکشن آر پی جی که یه دمو ازش بازی کردیم، رو چنل هست، فوق‌العاده بود، من خودم خیلی دوستش داشتم. من کسی نیستم که بگم خیلی سولز بازم و اینا، ولی مثلا الدرینگ رو بازی کردم واقعا دوست داشتم و دمو این بازی هم خیلی منو جذب خودش کرد. با هم دیگه در موردش قراره صحبت کنیم ببینیم چه جور گیمی قراره باشه و دیوان قراره بریم سراغش رو پلی بدیم. راستی بچه‌ها برای خرید گیم پس میتونید از شاپ خودمون توی تلگرام شاپستون خرید کنید. شاپ خودمه، زیر نظر خودمه و ادمین هست، میتونید اونجا خریدتون رو داشته باشید و از منم با این کارتون حمایت کرد. خب بریم سراغش. چیزی که حالا قبل از بازی نوشته، بازی گریسه که الان یعنی 5 سپتامبر میتونید بازیش کنید. بازی که توی سری قبلی بازی گیم پس معرفی شده بود، من خودم دوستش داشتم، وایب خیلی خیلی قشنگ و هنری داشت بازیش و پیشنهاد میکنم اگر وقت کردید برید بازی کنید، چون من میخواستم ویدیوشو بگیرم ولی الان دیگه استارفیلد انقدر هایپ کرده همه رو که اصلا فکر نمی‌کنم کسی بره سراغ این بازی و اصلا محو میشه میره این بازی. حالا کاری نداریم، از روش میگذریم و بازی استارفیلد. خب استارفیلد دیگه تکلیفش مشخص و روشنه، نیازی به دیدن تریلر اینا نداره. خودم دوتا پارت از بازیش گذاشتم، ویدیو آموزشیش گذاشتم و هنوزم قراره ادامه دار باشه ویدیو آموزشی براتون. پلی لیست استارفیلد این بالا هست، میتونید برید ببینید. هم دو پارت از بازی گذاشتم، حدود 2 ساعت از گیمو گذاشتم و ویدیوهای آموزشی که اول بازی خیلی به درتون میخوره و کمکتون میکنه بدونید گیمو چطوری شروع کنید، بهتر جلو ببرید و از بازی لذت بیشتری ببرید، حتما برید نگاهشون کنید. خیلی آموزش خوبی براتون گذاشتم. میگذریم از روی استارفیلد و میرسیم به گیم سولار اش، بازی که 14 سپتامبر قرار بیاد، یعنی یه چیز حدود 9 روز دیگه و خب وقت خوبیه چون استارفیلد رو میتونیم بازی کنیم تو این تایم و وقت خوبیه که یه سری هم به این گیم بزنیم. با هم دیگه بریم ببینیم تریلرش رو و ببینیم چطور گیم یا نمره‌اشو بررسی کنیم و ببینیم که چه خبره. خب 1 دقیقه و 36 ثانیه بریم ببینیم که این گیم چی برامون داره. سابتایتل هم نداره. از این بازی هاییه که فکر کنم از نظر هنری و آرت اینا خیلی خوشگل باشه. حالا خود گیم هم مهمه گیم پلیش شکلی باشه. اینجور بازی هایی که از نظر هنری و آرتی خوشگله هن، موزیک های خیلی خفنی هم دارن، تجربه ثابت کرده. گیم پلی باله یا جالب به نظر میرسه، یه ذره کلن وایب بازی وایب به خصوص خودشه، باید بتونید با اینجور گیم ها ارتباط بگیرید تا ازش لذت ببرید، وگرنه خیلی ها سلیقه شون نیست. میبینید که یه حالت اصلا تخیلی طور به خصوص خودشو داره. جالب به نظر میاد، یعنی گیمی که ارزش بازی کردن و تست کردن داره واقعا. باحاله، بازی هم اگه اشتباه نکنه مال سال 2021. جالب به نظر میاد خدایی، یعنی بازیه که منو ترغیب کرد یه دست مثلا برم یه ساعتی بازیش کنم ببینم که چطور گیمیه. ببینیم نمرش چند شده. متاکریتیک 78 گرفته روی پی سی. بازی بدی نیست، یعنی اینطوری که مشخصه ارزش بازی کردن واقعا داره به نظر من و اگر وقت کردید این وسط رو یه
سری بهش بزنید. نمیدونم حجم بازی چقدره، بهش هم نمیخوره خیلی بخواد بازی حجمی باشه و چیزی که میتونیم بازی کنیم، یعنی این وسط ها بریم سراغش و تستی بزنیم. اگر بازی گیر نیاوردیم این وسط ها، مثلا استارفیلد رو بازی کردی، رایز آف فیر رو بازی کردی، یه وقت دلت خواست بازی جدیدی تست کنی، بازی بعدی نیست. بازی بعدی بازی لایز آف پی 19 سپتامبر قرار بیاد و تقریبا بخوام بهتون بگم یه دو هفته مونده، آره دو هفته دیگه قرار ریلیز شه و دو هفته وقت داریم استارفیلد رو بازی کنیم و بعد بریم سراغ این بازی که از هایپش جان نمونیم. و همین این من میخوام یه سری نکته خیلی مهم در مورد گیم بهتون بگم. خب گیم سولز لایک اکشن آر پی جیه، تو نقش پینوکیویم، عروسکی که پدر ژپتو برامون ساخته. این گیم اوپن ورلد نیست مثل الدن رینگ، یه بیشتر بازی خطیه که بر اساس داستانش باید پیش بریم، اما مثلا ساید کوئستایی داره یا میشنای خودش جوری هست که مثلا برگردی به مناطق قبلی و حالا بتونیم گشت و گذار کنیم داخلش. سیستم مبارزاتش هم تقریبا شبیه همه بازی سولز لایک، همونطور که توی دمو هم بازی کردیم باید اون شکلی پلی بدیم. تفاوت خیلی مهمش هم دست چپ آهنیه که داریم، یه مورد کاملا جدید تو این گیمه. حالا طبق چیزایی که من فهمیدم اینه که میتونیم اونو کاستومایز کنیم، مثلا گان بذاریم روش یا نمیدونم گرپل بذاریم، تفنگ بذاریم، کلا میتونیم تغییرات توش ایجاد کنیم که خیلی جالبه به نظرم. اول گیم هم که خب سه تا کلاس داره مثل بازی سولز لایک دیگه که میتونیم بینشون انتخاب کنیم. یه دونه بالانس داره که خب متعدد متعادلشه، دکستریتی داره برای کسایی که دوست دارن سریع پلی بدن، یعنی بازیکنایی که گانای سبک برمی‌دارن رو سرعت تمرکز دارن، و استرنج داره که برای کسایی که سنگین بازی می‌کنن، گانای سنگین مثل همر برمی‌دارن و کلاً اتاکای کنتر ولی قوی‌تری می‌خوان بدن به نمیان. و مثل اینکه بالای 30 مدل وپن داره داخل بازی، می‌تونید اونا رو پیدا کنید، انتخاب کنید، یه سری ترکیبات ازشون استفاده کنید. و مثل اینکه کاستومایزای متفاوتی هم داره و به خاطر اون مدل بازی که حالت مدرن مثلا دنیای صنعتی رو داره که انگار تازه مثلا جهان به سمت صنعت رفته و خاطر اون دست چپش و اون شمشیرها که بعد تیزشون کنیم و این داستانا، یه کاستومایز خیلی باحالی احتمالاً تو گیم بهمون میده برای وپنامون که به نظر من باحاله و حال میده خدایی. و خب دو هفته دیگه بازی عرضه میشه، قطعاً گیم پلی ازش داریم یکی دو پارت، و اگر ببینم نیاز باشه قطعاً آموزش‌های این گیم هم براتون میذارم که راحت‌تر بتونید گیم بازی کنید و لذت بیشتری ازش ببرید. بریم سراغ بازیایی که قرار از گیم پس برن توی این 10-15 روزه. من نگاه کردم یه آراگامی 2 که بازی فکر کنم یک سال و نیم رو گیم پس هست، گیم پلی ازش داریم، خیلی قدیمیه و اوایل چنلمونه و بازی بدی نبود و بازی خیلی خوبی هم نبود. و بازی بعدی متال هلسینگره که اینم بهتون پیشنهاد میدم پلیش بدید، بازی ناتبدیه. بقیهشون رو خیلی نه چیز خاصی نبود واقعا. چند تا بازی دیگه هم هستن که توی سپتامبر قرار ریلیز بشن، مثل مورتال کامبت 1 که 19 سپتامبر قرار بیاد، ریبوت مورتال کامبت 1 که خب بیشترین و مهمترین تغییرش همون بحث کمیوه که اضافه شده بهش، کلا یه مدل جدیده و بازی کلا تغییر کرده. حالا من خودم فایتینگ باز نیستم و بازی فایتینگ رو خیلی دوست ندارم، دنبال نمی کنم، ولی گیم خیلی خفن شده حالا طبق چیزایی که شنیدم از کسایی که بازی کردنش و خوشبال فایتر بازا. تو همین سپتامبر هم البته چند تا بازی دیگه هم برای گیم پس داریم، مثل پارتی انیمالز و پیده 3 که تو نیمه دوم سپتامبر میان رو گیم پس و قطعا جداگونه معرفی میشن، اون موقع میریم سراغشون، تریلراشون رو میبینیم. فقط گفتم الان یه همینطوری به یه اشاره کنم بهتون بگم. و البته DLC سایبرپانک هم آخر سپتامبر یعنی 26 ریلیز میشه، فانتوم لیبرتی، و خیلی خفنه. حتی کسایی که DLC هم نخرن خود سایبرپانک رو داشته باشن و بازی کنن، آپدیت 2 سایبرپانک رو میگیرن که خیلی تغییرات قشنگی داشت، همونطور که ما توی استریم دیدیم و قبلا خلاصش رو براتون گذاشتم. خیلی گیم بهتر شده، یعنی یه سری چیزاش کلا تغییر کرده، یه سری فیچرهای جدید به گیم اضافه کردن که خیلی بهتر شده. و اینم از این، امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه، شما مثل من هایپ این گیمایی که قرار بیان باشید و لذتشو ببردیم از این بازی‌ها. گیم پس کلی بازی خوب داره سپتامبر و کیف کنید. فعلاً.